تحلیل غلط غربی ها از انتخابات سال 92 و مناسبات داخل جمهوری اسلامی ایران و برآورد اشتباهشون از اثر بخشی تحریم ها بر افکار عمومی ایران و اقتصاد ملی ایران، اینا جزء اون اشتباهات محاسباتی بود که اینها داشتن و فکر میکردن که متأثر از تحریم ها، تضعیف اقتصاد ملی، رنجش افکار عمومی از اثر بخشی تحریم ها و شکل‌گیری مناسبات جدیدی بعد از انتخابات 1992 در ایران، ایران رو به سمت تعامل راهبردی با آمریکا سوق میده و در نتیجه ایران در ریل تغییر رفتار قرار میگیره و احساس کردن وقتی برآوردشون هم این بود که ایران میتواند در ریل تغییر قرار بگیره، آمدن بخش‌های دیگر رو با هم فعال کردن که در واقع یکی از ریشه های جنگ غزه هم همین برآورد غلط بازیگران فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای است. خب اینا سوریه رو بی‌ثبات کرده بودن و بی‌ثباتی رو در اونجا تثبیت کرده بودن، عقبه نزدیک مقاومت رو تقریبا تضعیف کرده بودن، این بی‌ثباتی رو از طریق جریان دستاموز تکفیری به اسی به عراق و لبنان منتقل کردن و بعد بخشی از مقاومت رو وارد فرایند گفتگوهای سازش کردن. تقریبا به این جنبندی رسیده بودن که این مهندسی تغییر امکان پذیره و در نقطه تأثیرگذاری این مهندسی تغییر جنگ غزه رو آغاز کردن. جنگ غزه همزمان با بی‌ثبات‌سازی عراق شروع شد که افکار ملت‌های عرب درگیر مسئله عراق و تروریست‌های تکفیری بشوند، ایران در عراق مشغول بشود، همچنان در سوریه مشغول باشد، نیم نگاهی هم به بی‌ثبات‌سازی در لبنان داشته باشه. از اون طرف همزمان با مذاکرات که آمریکایی‌ها بتوانند از مسئله امنیتی سازی منطقه توسط تکفیری های دستاموز و تربیت شده صهیونیست ها و همچنین خود اقدام نظامی صهیونیست ها به عنوان یک چماق در مذاکرات علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنند. چرا مذاکرات در وین متوقف شد و این مذاکرات به ماهای آینده موکول شد؟ در برآورد و محاسبات غرب و رژیم صهیونیستی این بود که اسرائیل در این جنگ به پیروزی میرسد، مقاومت منهدم میشود، خلع سلاح میشود، از غزه اخراج میشود، برگ برنده ایران یا یکی از برگهای برنده ایران از دستش خارج میشه و آمریکایی ها و غربی ها با چماق امنیتی سازی منطقه توسط اسرائیل در دور بعدی مذاکرات از موضع بالا با ایران برخورد خواهند کرد. این هم یکی از هدف‌گذاری بسیار مهمی بوده که در جنگ شکل گرفته. اینجا اون نگاه غلطی که وجود داره که میگه ما میتوانیم بین اسرائیلی ها و آمریکایی ها بازی بکنیم و در مذاکرات از این شکاف استفاده بکنیم، این نگاه غلط بودنش در اینجا اثبات میشه. این تقسیم کار بوده، تقسیم نقش بوده.